أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل النجباء الأكرمين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه خيرا واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل رزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة يا رب الحسين بحق الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه وصل عليه واردد إلينا سلامه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته يا ابن الحسن بياك هلول محرم شادی به ما حرام شد ایام ماتم شرمنده شد بهار ز گلزار کربلا بلبل کند نوا که خزان محرم است اما صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین چقدر خدا رو باید شکر کنیم امشب تو حسینی ما رو را داده به ما اجازه دادن برای امام حسین گریه کنیم چقدر باید خدا رو شکر کنیم چقدر باید از مادرش فاطمه زهرا تشکر کنیم امشب بگیم بی بی جان ممنونم به ما اجازه دادی این سیاهی ها رو بزنی به ما لطف کردی اجازه دادی سیاه پوش پسرت باشی صد مرده زنده می شود از ذکر یار
حسین ارباب ما معلم عیسی ابن مریم است. عیسی اگر در آخر عمرش برش رفت قنداقه حسین شرف عرش اعظم است. ای صاحب عزا به عزا خانه ها بیا، یاران سین زن همه در زیر پرچم است. بر عاشقان سیاحت گلشن حرام شد، خاکم به سر که قامت سر ولی خم است. عیبی نداره شب اول از همین ابتدا برای امام حسین گریه کنید. ای آی آی آب بس کنین همه جوش و خروش را. ای آی آی آب بس کنین همه جوش و خروش را. چرا در پیش چشم ما علی اصغر مجسم است، سقاز تشنگان حرم شرمسار شد، شرمنده خجلت او نهر الغم است. چون محتشم بخوان به پیمبر کلامی آن، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. بیایید امشب همه نوحه خون بشه. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. ای غریب عالم حسین صلی الله علیک يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خدای متعال امیدواریم که همه ما را ببخشد و بیامرزد، همه امام حسینیا، هر کسی، چه بسا ما نمیدونیم که چه خبره تو این عالم. امشب شب اول قبر خیلی از امام حسینیا باشه، چه خبر؟ شاید یکی از امام حسینی‌ها با خودش میگه آقا امسال محرم چقدر خدمت کنم به امام حسین، دیگ بزنم، سینه بزنم، گریه کنم. اما اجل مهلت نداد، امشب شب اول قبرش، یا نرسیدن به محرم. اما خدا لطف کرد به ما، این عنایت رو فرمود، الحمدلله. تو این عزاخانه امام حسین علیه السلام بیاید قدردان باشیم و یاد کنیم همه اونهایی که بودن، عزاداری میکردن، گریه میکردن، خرج میکردن،
چایی میریختن برای امام حسین، خرجی میدادن، صله‌ای میدادن، منبر یاسین زنا، گریه کنا، اونایی که برای امام حسین سیاهی میزدن، اونایی که برای سید الشهدا کوچکترین کارها رو میکردن، سفره ها رو جمع میکردن، اونایی که کفشا رو جفت میکردن، هر کسی قدمی برای امام حسین بر میداشته در این شب رحمت، شب جمعه، از تمام مجالسی که به یاد سید الشهدا برپا می شود، همشون انشاءالله ارواحشون بهرمند شود به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اون چنان که می دانید عالم عالم اسباب است. خدای متعال انسانها رو خلق فرموده و اسبابی هم در این عالم قرار داده است. عالم سبب و مسببی است. آب رو خدا گذاشته برای رفع عطش انسانها، غذا رو گذاشته برای رفع گرسنگی، به هر چیزی هم اثر مناسب خودش رو اعطا فرموده. به این آب اثر رفع عطش داده است، به اون آتش اثر سوزندگی داده است، به این چاقو اثر برندگی داده است، به دارو اثر داده که آقا من وقتی میل میکنم فلان دردمو خوب کنه. خدا اسباب و مسببات در این عالم قرار داده است که اونها سبب میشود کارها انجام شود. و اصلا یکی از سنت های خداست چه بسا که کارهاشو تو این عالم رو حساب اسباب و مسببات انجام میده، ولی قدرت دارد بدون سبب هم انجام دهد و انجام داده است. خیلی از کارها رو خدا این چنین کرده. همون آتشی که میسوزاند خدا گاهی قدرت نمایی میکند، اثر سوزندگی رو از آتش میگیرد. اون آتشی که تو نقل دارد از فاصله 2000 متری یا بیشتر نمیشد به اون آتش نزدیک شد، که جناب ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام رو تو منجنیق گذاشتند و پرتابش کردند به سمت اون آتش. اما خداست، علی کل شیء قدیر است، قدرت دارد اثر سوزندگی را از این آتش با این هیمنه بگیرد، حضرت ابراهیم تو آتش بیفتد اما بشود بردن و سلام. آقا آب دیگه باید بخوری رفع عطش کند، اما به نفرین سید الشهدا، چندین نفر بودن روز عاشورا امام حسین نفرینشون کرد، جسارت کردن امام حسین، گفتن ابی عبدالله حسین ابن علی، میبینی این آبی که در رندگان بیابان از آن مینوشن، نمیذاریم یه قطرشو تو زن و بچت بنوشی. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. امام حسین نفرینش کرد، آب میخوردن سیراب نمیشدن. معاویه لعنت الله علیه غذا میخورد میگفت خسته شدم ولی سیر نشد. اثر رفع گرسنگی رو خدا از غذای معاویه گرفته. همون یه پرس شما بخوریم سیر میشیم. اما خدا، پدری باشد مادری باشد فرزندی متولد شود، اما خدا قدرت دارد بدون پدر و مادر کسی را به این دنیا بیاورد. حضرت آدم، آقا هم پدر هم مادر نه، خدا قدرت دارد بدون پدر هم کسی را متولد کند. حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام قدرت نمایی میکند. اما سنت این است، رو اسباب و مسببات خدا کاراشو انجام میدهد. خوب دقت کنید چی میگم این مقدمه رو. این اسبابی رو که خدا قرار داده است، خب میگه آقا آتیش دیگه، خدا اثر سوزندگی داده است، فلذا بچه رو میگه آقا مواظب باش نره تو آتیش. چرا؟ میگه میسوزه خب دستش سرخ میشه، کبود میشه. میگه آقا چاقو رو زود از بچه بگی. چرا؟ میگه چاقوی دیگه تیزه، بزنه به دست میبره خون میاد، درد میکشه. درسته؟ یعنی این اسباب رو جسم ما مؤثرن. دقت دارید چی عرض میکنم؟ این اسباب رو خدا این چنین قرار داده است، رو جسم ما تأثیر میگذارن. یه گیاهی رو خدا یه اثری داده است، پناه به خدا میخوری درد معدت خوب میشه. یه گیاهی رو خدا اثری داده است، سردردی خوبت میکنه. چی آقا؟ جسم تو خوب میکنه. متوجه عرضم هستید؟ دقت دارید بزرگواران؟ خب حالا همین جور که خدای متعال برای جسم ما اسبابی قرار داده است، خدای متعال برای روح و روان ما هم این چنین اسبابی قرار داده است. یه سری اسبابی هست که اینها تو روح ما تأثیر میگذارند و روح ما هم اونچنان که جسم ما تأثیر پذیر است، روح ما هم تأثیر و تأثیر دارد، منعکس میشه.
رنگ میگیره، تغییر میکنه، حالتش عوض میشه. شما ماسک زدی چرا؟ میگه آقا شاید بغل دستی مثلا کرونا داشته باشه. حالا چی میشه؟ این ویروس منتقل میشه به من، من هم مریض میشم. یعنی چی؟ یعنی جسمم مریض میشه. درسته؟ روح ما همین چنین است. روح ما هم قلب دارد، مثل گنجشکی که یه جا ثابت نمی نشیند. روح انسان هم تقلب دارد. در روایت داریم فرمود لکثرت تقلبه، از بس این دل زیر و رو می شود بهش میگن قلب. هی تغییر میکنه، هی عوض میشه. یه وقت ناراحتی، یه وقت میبینی خوشحال شدی. یه وقت آقا اعصابت آروم و راحت، یه دفعه میبینی نه بابا داغون شدم، مثلا میخوام زمین رو به زمان بدوزم. فوش زیر رو بالا میده. آقا چته؟ یه روح هم به هم ریخته، افسرده شدم، ناراحتم، پکرم. روحتم تأثیر پذیر است. این خیلی مهمه بزرگواران، رفقا بزرگواران. نه فقط نگاه حرام، این روایت خیلی برای خودم عجیب بود، نه فقط نگاه حرام، فرمود سهم من سهام ابلیس. یه نگاه حرام انسان میندازه پناه به خدا. دیدید تیر است و تیری که مسموم است. علیزا میگه نگاه نکن. همون نگاه اول که میکنی یک دل نه صد دل عاشقش میشی. چرا نگاه کردی؟ نگاه هست که گناه می آورد. یکی از اسبابی که انسان به گناه میفته همین نگاه هاست. آخو چرا دیدی؟ نه ما رو ما اثر نمیذاره. نگو نگو، اون چه میبینی در قلبت اثر میگذارد. نه نگاه حرام، اون که سر جای خودش. فرمود النظر الى البخيل يقسي القلب. هیچکی نگفته نگاه کردن به آدم بخیل حرامه، اما امام علیه السلام میفرماد نگاه کردن به بخیل دلو قسی میکنه. خیلی عجیبه، چه اثری داره؟ من به یه آدم بخیل، آقا من بخل، اون به من سرایت میکنه؟ نمیدونم، شاید بعدها علم پیشرفت کنه یه چیزایی بفهمن. النظر الى البخيل يقسي القلب. فقط نگاه نه حرام نیست، نگاه شهوانی نیست، نه آدم تنگ دسته، بخیله، خیرش به کسی نمیرسه. نگاه به چنین آدمی دلو قسی میکنه. عجیبه. فلزاس انقدر دین مبین اسلام سفارش میفرماد مراقب رفت و آمدتون باشید، مراقب نشست و برخاستتون باشید، مراقب باشید با کی دوستی میکنید، مراقب رفت و آمدهاتون باشید، مراقب دیدنیهاتون باشید، مراقب شنیدنیهاتون باشید، مراقب باشید چی میگید، حتی چی میگید مراقب باشید. این دهنو باز نکن هر چی اومد بیرون بگو، این گوشو باز نکن به روی هر شنیدنی. آقا میخوام بشنوم، دوست دارم، عشقم میکشه، منو به خدا نزدیک میکنه. یه چیزی که 124,000 پیغمبر نگفتن به خدا نزدیک میکنه، حالا شما رو به خدا نزدیک میکنه. باریکلا بابا شما پیغمبر میشدی. نه اینا اثر میذاره تو قلب انسان، اثر میذاره. تأثیرشو گاهی ما میفهمیم، گاهی نمیفهمیم، گاهی نمیفهمیم، اما اثر گذار است. همین جور که اسبابی رو خدا تو این عالم قرار داده است برای جسم ما، یه چیزایی هم هست اینا اسباب مریضی روح ما هستن. اینا تأثیر میذارن رو روح و روان ما، به همش میزنن. دیدنیاتون رو مواظب باشید، شنیدنیاتون رو مواظب باشید، رفیقاتون رو مواظب باشید. جانم به فدای امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. فرمود مراقب باشید با آدم بد نشست و برخاست نکنید. چرا یا امیر المؤمنین؟ فرمود طبع انسان سارق است. دوست چیکار میکنه؟ بگید دوست چیکار میکنه؟ یه جوری از آدم کش میره خود آدم؟ چی؟ نفهم. فرمود طبع انسان رو اینجوری خدا درست کرده، طبع آدم سارقه، دزده. وقتی با آدم بد نشست و برخاست میکنی، طبع تو بدی او را جذب میکند، میگیرد، میدزدد و انت لا تعلم، خودتم متوجه نمیشی، خودتم متوجه نمیشی. فلذا خیلی سفارشمون کردن مراقب باشید، مواظب قلبتون باشید، بی هوا بی گدار با آب نزنید. این که در روایات داریم از امام صادق علیه السلام فرمود اکثر رو
روایت رو دقت کنید. فرمود اکثر من ان تقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. فرمود زیاد این دعا رو بخونید. چی؟ زیاد بگید خدایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. خدایا این دل ما بعد از اینی که هدایتش کردی میل به باطل پیدا نکند. خدایا یه عنایتی بکن دل من منحرف از حق نگردد. ربنا لا تزغ قلوبنا. فرمود عکس رو زیاد بگید، زیاد بگید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. بعد امام صادق فرمود ولا تأمن الزيغ. کسی خودشو ایمن از زیغ نداند. یه وقت نگید دیگه ما پیراهن از امام حسین پوشیدیم ما دیگه ایمنیم، ما بیمه شدیم. نگی ما خیلی خرج برای امام حسین کردیم دیگه ما بیمه ایم. نگید بابا ما از کوچیکی تو این روضه بودیم بیمه ایم. نه، فرمود ولا تأمن الزیغ. خودتو ایمن از زیغ، از انحراف از حق ندان. به یک لحظه گاهی منحرف میشه انسان. در روایت داریم فرمود مراقب باشید ان القلوب تزیغ و تعود الى عماها و رداها. مردم حواستون باشه این دلها گاهی یه طوری می شود که دو مرتبه بر می گردد به سمت و سوی تاریکی خودش، به همون سمت و سوی خلاف، معصیت، گناه، تاریکی، ظلمت، دو مرتبه بر می گرده به تاریکی. مراقب باشید ان القلوب تزیغ، دلهای شما منحرف از حق میشه، بر می گردد به سمت کوری، به سمت ردا و زلالت و گمراهی. مراقب دلتون باشید. خیلی سفارش کردن مراقب باشید دلتون مریضی شک نگیرد. شک مرضه، دارو نیست. مراقب باشید شک به دلتون راه ندید. شک مریضی روحی شماست. اگر شک تو دلت بیفته این زیغ است، این منحرف از حق شدی، داری به سمت باطل کشیده میشی. خیلی مراقب باش، خیلی مواظب باش. زیق زیق. گاهی وقتا به ما آخونده میگن حاج آقا، آخوندم آخوندهای قدیم. میگیم چرا؟ میگه حاج آقا سخنی که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. شماها از دل حرف نمیزنید، حرفتونم تو دل مردم اثر نمیزنید. میگیم خب یه قسمت شو درست گفتی اما یه قسمت شم اشتباه گفتی. میگه چطور حاج آقا؟ میگم عزیز دلم پاکتر، بزرگوارتر، از دل گوینده تر از ابی عبدالله الحسین علیه السلام سراغ داری؟ امام حسین خالصت الله، امام حسین تمام وجودش برای خداست. اما همین امام حسین روز عاشورا، خب جنگ خیلی عجیبه ها، 72 نفر تقریبا علی المشهور در مقابل اقلش 30,000 نفر لشکر. این جنگ خیلی زود باید تموم بشه اما چرا یه مقدار طول کشید؟ یه جهتشو این فرمودن، یه جهتش این بود امام حسین روز عاشورا و اصحاب بزرگوارشون چندین مرتبه سخنرانی کردن، اتمام حجت کردن، حرف زدن برای مردم. مردم ما رو نمیشناسید؟ نصیحتشون کردن بابا من پسر پیغمبرم، پدرم امیرالمؤمنین است، مادرم فاطمه زهراست. پاکتر از امام حسین سراغ دارید؟ چرا حرف امام حسین روی اینا اثر نمیذاشت؟ چرا؟ چرا دل بر میگرده؟ دل بر میگرده. دلی که دوچار زیغ شود یعنی منحرف از حق میشود. یعنی آقا حق را چه بسا ببیند اما باور نمیکنه، نمیپذیره. یا آقا این حرفا تو کت ما نمیره، شما خودتون رو درست کنید. نمیپذیره حقو. امام حسینه بابا، امام حسینه، امام حسین که دیگه از دلش میگه. فرمود شکماتون از حرام پر شده، حرف پسر پیغمبرم تو دلتون اثر. چی میشه زیق؟ چی میشه؟ یه جهتش این است. امام باقر علیه السلام فرمود هر قلبی مثل صفحه سفیدیست. گناه اول که انسان میکند نقطه سیاهی درون این قلب نمایان میشود. اگر توبه کرد این نقطه سیاه محو می شود. اگر توبه نکرد نقطه سیاه دیگر، نقطه سیاه دیگر، نقطه سیاه دیگر،
تا به جایی میرسد پناه به سید الشهدا سلام الله علیه که کار این بنده خدا و صاحب این دل به جایی میرسد که دیگه به خیر و خوبی بر نمیگردد، عاقبت به شر میشه. چی میشه دل آدم زیر و رو میشه؟ اعمال خود انسان، اون بدیایی که خود آدم میکنه، این دلو منحرف میکنه، دلو قسی میکنه. خودت مراقب دلت نیستی؟ شاید وقتی تو جمع شما عزیزان گفتم رفقا انقدر که مراقبیم کرونا نگیریم مراقب هستیم بیدین نشیم؟ انقدر که مراقبیم دوچار این ویروس منحوس نشیم مراقب هستیم لقمه حروم تو شکممون نره؟ انقدر که مراقبیم مواظبیم هر جایی نمیریم چنین میکنیم چنان میکنیم واقعا بینی و بین الله مراقب هستم که آقا از خدا جدا نشی، از امام حسین جدا نشی، دلت دچار زیق نشه. زیق بیچارگیه. انسان باید خیلی مراقب قلبش باشد، خیلی مواظب این روح و روانش باشه. اثر میذاره بیرون تو این قلب و روح و روان ما، تأثیر پذیر از این قلب ما. مراقب هستیم؟ حالا یکی از آثار و برکات مجالس ابی عبدالله الحسین علیه السلام این است که نمیگذارد دلها بمیرد. دل بمیره یعنی چی؟ یه اثرشو گفتم، دلی که مرده باشد تأثیر و تأثری از او بروز نمی کند. حق نمی فهمه. حق نمی فهمه. میگه آقا عمر و علی برای ما یکیه، نعوذ بالله. امام حسین و شم فرقی نمی کنه، نعوذ بالله. یه دعوایی بوده گذشته. دل که زیر رو بشه اینجوری میشه. دل که زیر رو بشه میبینه وقایع اطرافش رو میبینه اما متوجه نیست، حواسش نیست، دل مرده، دل مرده. میشه همسایه ابو بصیر، شاگرد امام صادق علیه السلام، ساز آواز داشت خونش. خب بابا این شاگرد امام صادق برای خودش عالمیه، هی نصیحتش میگه بابا دست بردار، گناهه، معصیته، ولکو. قبول نمیکرد، قبول نمیکرد. ابو بصیر راست میگی اما چیکار کنم، انی رجل مبتلا، من مبتلا شدم. بده گیرم، گیرم. خیلی ها اینجوری هنها میگه امام حسین دست خودم نیست، گناه میکنم، مبتلا شدم. یکی از آثار و برکات مجالس الحسین سلام الله علیه این است که فرمود من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا، فرمود کسی که بنشیند در مجلسی که احیاء امر ما اهل بیت می شود. احیاء امر ما اهل بیت یعنی چی؟ یعنی فقه آل الله گفته میشه. گاهی یک کسی میاد مسئله شرعی میگه، فضائل امام حسین و اهل بیت رو بیان میکنن، میان تو مجلس اخلاقیات سید الشهدا رو میگن، میان مصائب امام حسین رو میگن، این احیاء امر اهل بیت است. قد میدونیم. فرمود کسی که صاحب این قبر مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود، فرمود من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. فرمود اون روزی که دلها میمیرد دل اون کسی که اهل روزه امام حسین نمیمیرد. خیلی ها به خاطر کرونا روزه نمیان، روزه ها رو تعطیل کردن، اما غافل از این که بابا مجلس الحسین است، نه پاساج، نه اداره، نه بانک، نه یه محیط و فضای عمومی مثل بقیه فضاهای عمومی، بابا روضه امام حسینه. فرمود کسی که در چنین مجلسی بنشیند روزی که دلها میمیرد دل او نمیمیرد، دلت زنده میشه. برای اینکه حرف منو وجدان کنید امشب حتما یادداشت کنید رفقا، همتون بنویسید تو موبایلتون، یادداشت کنید تو کاغذ، یادداشت کنید حسینی آقا امیرالمومنین علیه السلام یا آقای آخون گفت آقا امشب رو یادداشت کنید. میخواید اثرشو ببینید؟ میخواید ایشالله دو ماه برای امام حسین به سر و سینه‌تون بزنید، گریه کنید، لباس عذاب بپوشید، حال و وضع روحتون رو امشب با شب عاشورا مقایسه کنید. همتون
مقایسه کنید ببینید مجلس امام حسین و سفینه نجات حسین چه میکنه با این دلها. ببین همین دل مرده خودم عرض میکنم، این دل مرده ای که تا ساعتی قبل اصلا حال روز آمدن نداشتم، اصلا حال گریه کردن نداشتم، به برکت این سیاهی روزه امام حسین اون چنان زیر و رو میکنه، زیر و رو میکنه. بعد از عاشورا میبینم خدایا این دل چقدر سبک شد. هر جا آدم گریه کنه انگار دلش بیشتر میگیره، اینجا برای امام حسین گریه میکنی احساس سبکی میکنی. دوچار زیق نشیم، زیق خیلی خطرناکه، عجیبه. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این روایت خیلی عجیبه، آیه قرآن زیلش روایت داریم، فرمود یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. در روایت داریم فرمود یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید به توحید الله و نبوت محمد. رسول الله صلی الله علیه و آله و امامت علی ولی الله، ای کسانی که ایمان به توحید آوردید، مؤمن به رسول الله شدید، مؤمن به ولایت علی امیر المؤمنین شدید، فرمون کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله، بخورید از طیبات اما شکر خدا رو هم به جا بیاورید. و اشکروا لله بر چی؟ فرمود علی ما رزقکم منها، بر این نعمت ولایت، بالمقام علی ولایت محمد و علی. باور کنید از خود من گرفته تا شما بزرگواران قدر نمیدونیم، قدر نمیدونیم. قرآن ذیلش روایت معصوم فرمود شکر کنید خدا رو بر این رزق بزرگی که به شما داده است، به این مقام و ثباتتون بر ولایت پیغمبر و علی. لیقیکم الله تعالی بذالک شرور الشیاطین المتمرده. شما حواستون نیست، خدا به برکت این ولایت پیغمبر و آل پیغمبر شما رو از شرور شیاطین داره حفظ میکنه. باور کنید به برکت این روزه هاست خیلی از شکوک تو دل ما نمیاد، و خیلی وقتا که ما از این روزه ها و سیاهی ها و مجالس دور میشیم دوچار وساوس شیطان میشیم. حالا بذارید بگذره چند شب خودتون تصدیق میکنید. بعد فرمود فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا جَدَّدْتُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَایَةَ مُحَمَّدٍ وَعَلِي عَلَيْهِمَ السَّلَامِ صلی اللہ علی محمد و علی محمد و علی محمد تجدد على مردت الشیاطین لآئن الله. فرمود همینقدر که شما تجدید بیعت با پیغمبر میکنید، به تعبیر من به نفستون ولایت علی امیر المؤمنین و پیغمبر رو تجدید میکنید، تجدید بیعت میکنید با امیر المؤمنین، با این کارتون لعنت بر شیاطین میکنید، شرور شیاطین رو از خودتون دور میکنید. بعد فرمود و اعاذکم الله من نفخاتهم و نفثاتهم، فرمود خدا شما رو از نفخ و نفسه شیطان دور کند. گفتن یا رسول الله نفخات شیطان چیست؟ جملاتی رو پیغمبر اکرم فرمودن، از جمله فرمود هو ما ينفخون بان يوهموه يوهموه یا يوهموه ان احدا من هذه الامه فاضل علينا او عدل لنا اهل البيت. یکی از نفخات شیطان این است که میاد میگه بابا همه عالم به اهل بیت نیست، دیگران هم فضیلت دارن، چی اینقدر اهل بیتو بزرگ میکنید؟ چی اینقدر امام حسین رو برای خودتون بزرگ کردید؟ بابا دیگران هم هستن. فرمون یه وساوس شیطانه، میاد دم گوشتون میخوند که کسی هست کنار علی امیر المؤمنین، یا میاد میگه عدل لنا اهل البیت، یکی رو کنار ما اهل بیت میذاره، جایگاه او رو جایگاه معصوم میکند. یه وساوس شیطان است. بعد جملاتی حضرت فرمون و اما گوش بدید، و اما نفثاته فان يرى احدكم ان شيئا بعد القران اشفى له من ذكرنا اهل البيت. فرمود این نفثات شیطان است که میاد به گوشتون القا میکند، به دلتان مین اندازد، ان يرى احدكم، که تو دل شما میافتد بابا چیزی بعد از قرآن شفا دهنده تر از ذکر ما اهل بیت وجود دارد. یعنی نفسات شیطانه، یعنی بابا
یعنی چی؟ یعنی روزه میخواد شفا بده؟ یعنی چی؟ روزه هم مثل بقیه جا، حرم هم مثل بقیه جا، چه فرقی میکنه؟ دلیلم میاره، استدلالم میکنه. فرمو این نفسه شیطان است، این از وساوس شیطان است که میاد به دلتون القا میکند بعد قرآن شفا دهنده تر از ذکر ما اهل بیت و از صلوات بر ما اهل بیت وجود دارد. فرمو فإن الله عجیبه، فإن الله عز وجل جعل ذکرنا اهل البیت شفاء للصدور. چی کار کرد با عقایدمون؟ چی کار کرد با عقایدی که به ارث به ما رسیده بود و درستم بود؟ آخه یه وقت عقایدیه که همینجور بی پدر مادریه؟ نه، یه عقاید ریشه دار آیات و روایتیست. خدا نکند این ویروس بشه یکی از ابزار مقابله با مجالس امام حسین، خدا نکنه بخواد اینجوری القا بشه. ما تا حالا میگفتیم مجلس امام حسین دارالشفاست، الانم میگیم بله اینا منافات ندارد با مراعات کردن. بله خب خیلیاتون هم ماسک هم زدید، دارید مراعات هم میکنید. هر کسی به معرفت خودش میداند وظیفه خودش. آقا میگه وظیفه من این است اینجا مراعات کنم، من اگه ماسک نزدم نمیان یه عده. بعضی اینجوری توجیه میکنن، اما عقیده ما این است چون به ازا خانهش پا نهی آهسته نه، بال ملائک بود فرش ازای حسین. این عقیده ماست. تا حالا مریض میشدیم میگفتیم بریم روزه امام حسین، تا به حال گرفتار میشدیم میگو یه نظر سفره ام البنین بکن، تا حالا مشکل به کارمون میخورد میگفتیم یه دهه روزه برای امام حسین نظم میکنیم. نکنه بدوزن، نکنه دوچار زیغ شویم، نکنه اونچنان رو افکار و عقاید ما با همین توجیهاتی که گاهی وقتام رنگ و لعاب شرعی بهش میدن بیان. کدوم عالم گفته روزه نگیریم؟ کدوم عالم؟ این نامردیه به ساحت علما، علمایی که تو خونه هاشون روزه دارن سالیان سال، محافل مراجع تقلید تو خونه هاشون مجلس روزه گرفتن، بیایم به خاطر که کار خودمون رو توجیه کنیم بگیم آیت الله فلان گفتن روزه نگیرید، ای بی معرفت، ای نامرد، چی میخوای جواب حضرت صدیقه رو بدی؟ چی میخوای بدی؟ فهمون ذکر ما اهل بیت شفاء للصدور است. خدا صلوات بر ما اهل بیت را قرار داده از گناهان بندگان را بریزد و متحرتا من العیوب و مضاعفتا للحسنات. فرمود ذکرنا اهل البیت شفاء من الوعك والاسقام. این روایت ها چیه؟ اینا رو ما عجیب خودمون نمیگیم، کلام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. فرمود ذکر ما اهل بیت شفاء من الوعك والاسقام، یعنی همین که میگی حسین 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 حسین، یاد امام حسین، این شفاست. این بی‌معرفتیه بگیم همه جا، بگیم آقا مجالس امام حسین ویروس هست، تو پاساژا نیست، بگیم خیلی جاها نیست اینجا هست. ما داریم با اعمالمون گاهی اینجوری برخورد میکنیم، چی میخوایم جواب حضرت زهرا رو بدیم؟ تا حالا اینجور نبود، تا حالا یه جوری دیگه فکر میکردیم. چجور با عقاید بازی شد، با افکار بازی شد؟ مجلس ما کدوم عالم گفت روزه نگیرید؟ نه روزه بگیر. اونایی که دم از بهداشت و پروتکل های بهداشتی و چنین و چنان میزنن بیان بگن آقا کدوم دکتر، خوب دقت کنید چی میگن، کدوم دکتر دندون پزشک و سراغ دارید دوتا مسواک داشته باشه؟ اما صاحب این قبر مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به تعداد وعده های نمازشون مسواک داشتن، یعنی نماز عصر مسواک جدا، نماز ظهر مسواک جدا. اینها باید بهداشت به ما یاد بدن؟ کی باید بهداشت یاد بده؟ اینهایی که 1400 سال قبل به ما فرمودن حوله جدا بذارید، دستونو قبل غذا بشورید بعد غذا بشورید، ما از اینا جدا بشیم بریم دنبال یه عده‌ای که معلوم نیست دینشون چیه عقیدهشون چیه؟ فرمود ذکر ما اهل بیت شفاست. ما قدان باشیم، ما
مراقب باشیم. فرمود ملائکه‌ای هستن میان تو روضه های امام حسین بالاشون رو میزنن به عزادارای امام حسین. تو بعضی نقلا دارد اینا دیگه به معرفت آدم ها بستگی داره، به اخلاص صاحب مجلس ها بستگی داره، به اخلاص روضه خونا بستگی داره، به اخلاص اونایی که خرج میکنن بستگی داره. فرمود بعضی ها رو بیبی حضرت زهرا خودش میاد با گوشه مقنعه اشک عزادارای حسینش رو پاک میکنه. بعضی ها رو اینجوری هن. مگه عقیده نداشتیم تو روضه امام حسین خود حضرت زهرا میاد؟ تو بال به چی عقیده داشتیم بابا؟ جایی که حضرت زهرا میاد محل انتقال ویروسه، جایی که پیغمبر خدا بیاد امام عصر بیاد محل انتقال ویروسه. دلاتون انشالله آماده است ما قدان باشیم. همین امروزی که از رفقای طلبه میگفت که فلان تو اصفهان یه مجلسی بود، این پولدارای اصفهان از این طلا فروشای اصفهان تو محله بالا شهر اصفهان، گفتم بابا امسال دهه اول یه کاری بکنیم برای امام حسین. میگم منم به اینا گفتم بابا شما پولداری با این پایین شهر و اینا فرق میکنه، شما باید شاهانه برای امام حسین خرج کنید. هر کسی هر که بامش بیشتر چی برفش بیشتر، باید شاهانه برای امام حسین. گدابازی در نیار، روغن سوخته رو خرج امامزاده نکن، برای امام حسین شاهانه خرج کن. گفت چیکار کنی؟ گفت اگه به خط خودتون میخواید خیمه بزنید، خیمه شیک شکیل بزنید. گفتم باش. اینا هم آقا مخمل آوردن، پرچمای مخملی گرون قیمت، یه سینی هایی رو مهیا کرده بودن. دیدید بعضی از روضه های قدیمی از سینی های کوچیک، یه استکان های کمر باریک رو هر کدومش هم مثلا نوشته صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یه قندون های مسی شکیل چهار تا قندی هم توشو، هر کی می اومد دم این خیمه و موکب دو دستی با احترام بهش میدادن مثلا بفرمایید، و بعدم با احترام میگرفتند و میرفتن. و یکی از این روزا دیدیم یه خانومی خیلی با یه وضع عجیبی، خیلی وضعش نمیخود به این دم و دستگاه، اومد اینجا. تا آمد اینجا چون مثل بقیه آدم ها چایی بهش دادیم و اینم چایی رو میل کرد، و بعد دیدیم وایستاده این ظرف استکان نگاه میکنه و قول ما خیلی خوشحال شد و رو کرد به این آقایی که چایی دست این مردم میداد. گفت که آقا میشه یکی از این استکانا رو به من بدید؟ گفت نه خانوم برو به قول ما رد کارت، اینا وقفه. چی بدیم؟ گفت آقا پولش رو میدم. گفت نه خانوم میگم وقفه. حرف تعبیر ما یکم بالا گرفت. این مسئول این خیمه اومد جلو، گفت چی آقا؟ گفت چی این خانوم با این وضعش به قول ما اومده میگه یکی از این استکانا رو بده با این سینیش، من میخوام ببرم برای خودم. میگم بابا وقفه، به تعبیر ما حالیش نمیشه. خیلی مواظب باشیم به عزادار امام حسین بی احترامی نکنیم، حرمت نگه داریم. اینجا دستگاهی نیست که به پول ما احتیاج داشته باشن، به مجلس ما نیاز داشته باشن. هیچ کم تو عالم برای امام حسین روزه نگیره، اول روزه خون و عزادار امام حسین خود خداست، خود خداست. شب اول ماه محرم که میشه خدا سیاهی ها رو میزنه، خدا سیاهی زن امام حسینه. گفت که گفتم چیه؟ گفت که آقا این آمده میگه بده برای ما. گویی بی نداره، اینا وقف نیست، یکی از اینا رو بدید با خانوم بره. میگه تا این سینه رو با همون استکان کوچیک دادیم دست این خانوم، دیدیم همچی داره نگاه میکنه، اشک از چشاش جاری شد. بعد دیدم این سینه رو مثل یه کسی که محبوبش رو تو آغوش گرفته، دیدم سینه رو با استکان همچی تو بغلش گرفته و همینجور زار زار داره گریه میکنه. گذاشتم گریهش که تموم شد، گفتم خانوم گریت چی بود؟ بعدش چی بود؟ قصه چیه؟ گفت آقا من اصلا 5 ساله بودم از ایران رفتم، ایران متولد شدم، از ایران رفتیم آمریکا زندگی میکنم، اما اونجا هیچی از امام حسین خبر نیست، خبر نیست. من یه مرتبه این دستگاه شما رو دیدم و این سینی و این هیئت و این احترام شما رو به عزادار امام حسین دیدم، دلم امام حسینی شد. با خودم گفتم یکی از اینا رو با خودم ببرم آمریکا تو تاخچه خونم بذارم، هر وقت نگاه میکنم یاد امام حسین کنم، بگم صلی الله علیک یا ابا. اینا که از دستش میدن میدونن چه خبر روزه امام حسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. میگه روز اول ماه محرم
رفتم محضر امام صادق علیه السلام. فرمود دیشب کجا بودی؟ گفتم یا ابن رسول الله جونم به فداتون، دیشب یکی از دوستان شما هلال ماه محرم رو رؤیت کرده بود، به تعبیر من خونش روزه گرفته بود، ما رو دعوت کرده بود رفتیم تو روزه. میگه تا به امام صادق گفتم آقا دیشب روزه بودم، فرمود نور الله قلبه و شرح صدرک و اجرک على حزن زنک و ولایک لأهل بیت نبی. تا گفتم دیشب روزه بودم امام صادق دعا کرد، یعنی میشه امشب امام زمانم ما رو دعا کنه. آقا امشب بر جد قریبت روزه گرفتی، الهی الهی الهی. فرمون خدا دلت نورانی کنه، خدا بهت شرح سعد بده، خدا بهت اج بده فضیل ابن یزدان. بعد که حضرت دعام کردن فرمودن فضیل دیشب از در روزه که داشتی می اومدی بیرون با کسی برخورد نکردی؟ گفت چرا یا ابن رسول الله، دیشب که داشتم از در روزه می اومدم بیرون پام به کسی برخورد کرد، اما فضا تاریک بود نشناختمش. فرمود فضیل من دم در روزه تون نشسته بود تا امام صادق فرمودن من در روزه بودم و دم در نشسته بودم. گفتم جاهل تو فدای، چرا نیمدید صدر مجلس بنشینید؟ ما برای شما روزه گرفته بودیم، شما صاحب عزایید، شما صاحب مصیبتید. آقا فرمود فضیل خواستم بیام مجلس و بالای مجلس یه نگاه کردم دیدم صدر مجلس جدم رسول الله است، پدرم امیر المؤمنین است، مادرم فاطمه زهرا، همه اینا دارن با شما حسین حسین میکنن، به احترام اونا نیومدن. آره مجلس امام حسین اینه. کم یا هلال محرم تشجینا ما زال قوس کنبیل یرمینا، كم يا هلال محرم تشجينا، يا ما زال قوسك نبلو يرمينا، يا كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا، يا يوم بيزد لفت دغات وميت كشدش بأن من الحسين ضغونا، يا نادى على هل من معين لم يجد. چقدر غریب شد امام حسین. نادا یا یا نادا علا یا یا هل من معین لم یجد الا المحدثة الرقایا، یا معین یا یا چه کرده فهو علا وجه السعید، فهو على وجه السعيد مبضايا، ما نال تخزيلا ولا تكفينا، يا 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 لا إله إلا الله، وسروا بنسوته على عجب المطار، وسروا بنسوته على عجف المطر تدوي سهولا بالفلا وحزونا، يا 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 غير
حضرتی یا او مثل زینب او مثل زینب وهي بنت محمد برزت تو خاتم الشام تملعونا شب اول ماه محرم و این محفل و مجلس شب شما اومدید تو روزه اما مادرش فاطمه زهرا میره کربلا از همین جا دلاتون عازم کربلا کنی سلام علی العجان عند الفرات سلام على العليا في الفلوات امام رضا روز اول ماه محرم روز خونده فمذبح كما يذبح الكلب اما چجور يا بقيه الله سلام على المذبوح عند عيالي تريح الرفيع الراس فوق قناتي همز راوزني الروح سيناتي